دومین چالشی که ما با آن مواجه بودیم سازگاری با محیط جدیدی بود که توسط رقابت ژئوپلیتیکی و امنیتی تعریف شده بود و اثرات اقتصادی مهمی داشت. یه چالش دیگه، چالش اول رو شما دیدید چی بود؟ این بود که اون پایه‌های صنعتی ایالات متحده از درون چی شده بود؟ خالی شده بود. چالش دوم چی بود که باهاش مواجه بودن؟ سازگاری با محیط جدیدی بود که یعنی جنگ سرد جدید که توسط رقابت ژئوپلیتیکی و امنیتی تعریف شده بود و اثرات اقتصادی مهمی داشت. ما باید می‌مدیم خودمون با این فضای جدید هماهنگ می‌کردیم. از سال 2018 دیگه آمریکا پلیس جهان گفتیم دیگه نبود، دیگه خودشون گفتن، مرشایمر و همسالام گفتن. اینجا هم می‌بینید آقای سالیگان داره روش سهم می‌ذاره. یه دومین چالشی که ما با آن مواجه بودیم سازگاری با محیط جدیدی بود که توسط رقابت ژئوپلیتیکی و امنیتی تعریف شده بود و اثرات اقتصادی مهمی داشت. بسیاری از سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی در چند دهه گذشته بر این فرض تکیه کرده بود که یک پارچگی اقتصادی کشورها رو مسئول‌تر، یه بار دیگه می‌خونم، بسیاری از سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی در چند دهه گذشته بر این فرض تکیه کرده بود که یک پارچگی اقتصادی کشورها رو مسئول‌تر و بازتر می‌کند و نظم جهانی صلح‌آمیزتر و همکارتر خواهد بود. حالا بذارید عبارات این بیشتر بخونم براتون چون جملات مهمیه. میگه عمده Much of the international economic policy، سیاست اقتصادی بین‌الملل در دهه های اخیر تکیه داشت بر این فرضیه که اکانومیک اینتگریشن یعنی یک پارچگی اقتصادی کشورها رو مسئولتر و بازتر میکنه، یعنی مسئولیت های اونها و مسئولیت پذیری اونها رو افزایش میده و اونها رو باز میکنه که همیشه به این انتقاد میشد دیگه. و اینکه اون نظم جهانی ختم میشه به صلح و همکاری بیشتر، حالا آشتی بگیم به جای صلح، فضای آشتی و رفاقت و همکاری بیشتر که آوردن کشورها، این کلماتی که به کار برده، یکی بحث گلوبال اوردر پیسفول ان کوآپراتیو، یعنی در واقع اون فضای همکاری. That bringing که میاره کشورها رو into the rules based order، یک نظم مبتنی بر قوانین باعث میشه که اونا انگیزه پیدا بکنن، باعث ایجاد انگیزه بر اونها میشه که خودشون هم بیان به این قواعد پایبند باشن و این قواعد رو بپذیرند، یعنی بهشون انگیزه میده بیان حول این نظم مبتنی بر این قوانینی که طراحی شده توسط اونها قرار بگیرند و اونها بهش پایبند هم باشن. این تصورشون این بود دیگه. میگه مگه ما یک پارچگی اقتصادی بین کشورها ایجاد بکنیم، این یک پارچگی باعث میشه آقا مسئولیتشون بره بالاتر، بازتر بشن و توی نظم جدید فضا رفاقتی و با همکاری بیشتر بشه و کشورها بیان حول این نظم جدید و این قوانین انگیزه پیدا کنن که اینها رو بهش پایبند بشن. اینطور نشد. در برخی موارد این کار رو انجام داد، در بسیاری موارد اینطوری نشد، یعنی این اتفاق نیفتاد. یعنی عملا پروژه جهانی سازی شکست خورد دیگه. این هم یه اعتراف دیگه. پروژه جهانی سازی شکست خورد. در زمان روی کار آمدن بایدن ما باید با این واقعیت مبارزه می‌کردیم که یک اقتصاد بزرگ غیر بازاری در نظم اقتصادی بین‌المللی به گونه ادغام شده که چالش‌های قابل توجه ایجاد می‌کنه. اینجا داره در مورد کی صحبت می‌کنه؟ تو این جمله داره در مورد کی صحبت می‌کنه؟
تو این جمله داره در مورد کی صحبت میکنه؟ چین در زمان روی کار آمدن بایدن. ما باید با این واقعیت مبارزه میکنیم که یک اقتصاد بزرگی غیر بازاری در نظم اقتصادی بین المللی بگونه ادغام شده که چالش‌های قابل توجهی ایجاد میکنه. جمهوری خلق چین به یارانه دادن به بخش‌های صنعتی سنتی مانند فولاد و همچنین صنایع کلیدی آینده مانند انرژی پاک، زیرساخت‌های دیجیتال و بیوتکنولوژی‌های پیشرفته ادامه داد. آمریکا فقط تولید را از دست نداد، بلکه رقابت خود را در فناوری‌های حیاتی که آینده را مشخص می‌کنند کاهش دادیم. یعنی ما اصلا عرصه رو باختیم. فقط تولید رو از دست ندادیم، توی حوزه فناوری حیاتی آینده هم ما کلاً بازی رو باختیم. ادغام اقتصادی چین، ادغام اقتصادی چین رو از گسترش جاه طلبی های نظامی خود در منطقه یا روسیه رو از حمله به همسایگان دموکراتیک خود باز نداشت. این دارد اشاره میکنه به حمله روسیه به اوکراین و اینکه چین هم به اساس نظامی به سمت گسترش و بست قدرت خودش میره و اون نگاه جاه طلبانه. هیچ یک از این دو کشور مسئولیت پذیرتر یا همکاری کننده تر نشده بودند. این نکاتی که تو بالاتر بهش اشاره کرد و نادیده گرفتن وابستگی های اقتصادی که طی دهه های آزادسازی ایجاد شده بود واقعا خطرناک شده بود. این جمله خیلی جمله مهمیه. ما نمیتونستیم وابستگی هایی که در طی این دهه های آزادسازی ایجاد شده رو نادیده بگیریم. از عدم قطعیت انرژی در اروپا تا آسیب های زنجیره تأمین در تجهیزات پزشکی، نیمه رسانه ها و مواد مدنی حیاتی. این زنجیره تأمین برمیگره به اینا. آقا تجهیزات پزشکی میخوایم گیر میکنیم، نیمه رسانه ها میخوایم گیر میکنیم، مواد مدنی حیاتی میخوایم گیر میکنیم. اینها انواع وابستگی هایی بودن که میتوانستن برای اهرم اقتصادی یا ژئوپلیتیکی مورد بهره برداری قرار گیرن. یعنی میتونستن هر کدومشون بشن یک اهرم اقتصادی یا ژئوپلیتیکی که حالا همون کاری که روسیه انجام میده، یا آقا گاز میخواید باید چرا از من بپسید، یا اهرم فشار دیگه اقتصادی یا ژئوپلیتیکی. چین به یک نحوه دیگه و کشورهای دیگه هم به یک نحوه دیگه. سومین چالشی که ما با آن مواجه شدیم یک بحران آب و هوایی شتاب زده و نیاز فوری به یک انتقال انرژی عادلانه و کارآمد. ببینید این حرفای قدرت سابق ها، مشاور امنیت ملیش، دقت بکنید این جملات. چالش ها سومین چالشش، اولین چالشش این بود که اومدیم روی کار دیدیم که آقا پایه‌های صنعتیمون تو خالی شده. دومیش اومدیم دیدیم که چی شده، یک نظم جدیدی ایجاد شده که ما باید توی این نظم جدید خلاصه خودمون رو وارد بکنیم، شرایط جدید رخ داده. سومین چالش که باهاش مواجه شدیم بحران آب و هوایی شتاب زده و نیاز فوری به یک انتقال انرژی عادلانه و کارآمد. وقتی بایدن روی کار اومد، علارغم بهترین تلاش های دولت اوباما و بایدن که همون دولت قبل از ترامپ، یعنی اصلا ترامپ رو در نظر نمیگیره، خیلی جاهله به این نگاه قبیله‌گری سیاسیشون، کاملا توی نطقای این فردم مشهود، یعنی اصلا اشاره نمیکنه، انگار دولت ترامپ اصلا 4 سال نبوده تو آمریکا. علارغم بهترین تلاش های دولت اوباما بایدن، دولت قبل از ترامپ، برای پیشرفت چشمگیر ما به طور چشمگیری از جاه طلبی های اقلیمی خود کوتاه می آمدیم بدون اینکه مسیر روشنی برای منابع فراوان انرژی پاک پایدار و مقرون به صرفه داشته باشیم. یعنی میگه هی ما می رفتیم سمت اینکه اون جاه طلبی های اقلیمی خودمون رو هی ازش کوتاه می آمدیم، هی فضای آب و هواییمون بدتر می شد، کاری که باید میکردیم توی حوزه آبرویی انجام نمیدادیم، از اون طرف هم یک مسیر روشنی برای منابع فراوان انرژی پاک پایدار و مقرون به صرفه هم نداشتیم و اگه شما اونها رو کنار میزنی یا مجبوری کنار بذاری این ور بخوایی از چی استفاده کنی، برای اینم حرکتی نکرده بودیم. بسیاری از مردم ما معتقد بودن که ما باید بین رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف اقلیمی خود یکی رو انتخاب بکنیم. یعنی یا باید بریم سراغ رشد اقتصادی اگه میخوایم اقتصاد خودمون رو رشد بدیم، یا اینکه
و آب و هوا رو بیخیال بشیم، که میدونید که آمریکا بزرگترین تولید کننده گازهای آلوده کننده محیط زیسته، یا اینکه بریم سراغ اهداف اقلیمی خودمون. یکی از این دو تا رو باید انتخاب بکنیم. بایدن میگه مسائل رو کاملا متفاوت دید، حالا ادعایی که داره میکنه و اغلب اونجور که گفته وقتی اقلیم رو میشنوه به شغل هم فکر میکنه. وقتی میگه آقا آب و هوا داره تغییر میکنه، این میزان CO2 که ما داریم تزریق میکنیم به جو این آب و هوا رو ایجاد کرده، میگه وقتی ما اون رو میشنویم همزمان هم به شغل فکر میکنه رئیس جمهورشون آقای بایدن. نمیدونم چطوری با این وضعیتی که داره به هر دو تا اینو میتونه فکر بکنه، با این پیدی و فرتوتی که هم میبینه توی رئیس جمهور، من اینکه مشاورینش فکر میکنن، خودش که بعیده بتونه خیلی به این مسائل بغرنج و پیچیده توی این سطح فکر بکنه. او معتقده که ساختن اقتصاد انرژی پاک در قرن 21 یکی از مهمترین فرصت‌های رشد قرن 21، یعنی ما بریم سراغ اقتصاد انرژی. ببینید داره اینجا سیاست‌های اون استراتژی‌های اقتصاد و صنعت خودش رو داره به نوعی بهش می‌پردازه. داره میگه استراتژی اقتصادی ما و استراتژی صنعتی ما اینه، بریم سراغ چی؟ بریم سراغ انرژی‌های پاک، ساختن اقتصاد انرژی پاک در قرن 21 یکی از مهمترین فرصت‌های رشد قرن 21. اما برای استفاده از این فرصت آمریکا به یک استراتژی سرمایه‌گذاری آگاهانه و عملی برای پیشبرد نوآوری نیاز داره. یعنی به سراغ خلاقیت و نوآوری توی موضوع و همچنین هزینه‌هاش رو کاهش بده و ایجاد مشاغل خوب. اینجاشون شاید فکر کنم به خورده خوب ترجمه نشده باشه، بذارید از روش هم باز من ببینم که اشتباه نشده باشه.